Yusuf Sahib, احمدی صاحب او اعظم صاحب اینا به این نظر هستند که احمدی صاحب میگن که دیدی از اینا منفی است بر نتایج کنفرانس قطر و دیدی جناب آقای اعظم مثبت. دید شما چی است لطفا؟ یک سلام به شما. و علیکم السلام. با دوستا و بینندگان تشکر بسیار زیاد نایبی صاحب و برادر ما احمدی صاحب برگشتن به 40 سال گذشته، اما اگه اجازه شما باشه ما هم میخوایم که به 5 سال گذشته یک مرور داشته باشم. البته از دیدگاه یک جوان بیخی بی‌طرف، اوی است صاحب که در خود حکومت تشکیل حکومت وحدت ملی را ما اولین قدم به سوی یک افغانستان آباد و صلح‌آمیز می‌بینم. این شاید بر بار اولین باشه که دو گروه مختلف با هم یک جای شدند، دولت را تشکیل دادند که توانستند با تمام کاستی ها و کمبودی ها بتانند ادامه بدن. و بعدا هیچ کس باید در اراده حکومت در عرصه صلح باید شک نکنه. او به این خاطر که ما دیدیم که جناب حکمتیار صاحب با این حکومت فعلی صلح کردن و امروز خوشبختانه یکی از کاندیدای انتخابات هستند که ما به امید موفقیت اونا هستیم. بعدا مسئله دیگه است که برادر برش اشاره کردن، مسئله مشروعیت دولت است که بسیار مسئله اساسی است و به تمام افغان ها بسیار مسئله جدی است که ما از برادر تشکری میکنیم. اما این واضح است تا انتخابات قانون اساسی واضحی را بیان کرده، تا صورت انتخابات دیگه حکومت فعلی مجبور و مکلف است که ادامه بده. این خواست ملت افغانستان است، نه خواست کدام گروه. بعدا برمیگردم به سوال شما که مذاکرات در دوحه، ما خود میرا به فال نیک میگیرم، چون بار اول بده که تقریبا اگر رسمی حمله بده اعضای بلند رتبه دولت در این مذاکرات حضور داشتن و نظریات دولت غیر مستقیم البته به گوش طالبان رساندن و در پولی هزی امی قطعنامه ای که پخش شده اگرچه بسیار مسائل مثبت داشت هست، اما بعض مسائلش شاید به خاطر ملت افغانستان قابل قبول نباشه که مهمترین از او اشاره به اسلامیت بودن افغانستان است که در این هیچ کس شک کرده نمیتونه که ما یک ملت مسلمان هستیم، یک جمهوری اسلامی داریم و بعد تاکید به نظام اسلامی تاکید به نظام اسلامی اصلا مطرح نیست. بعد از فتوای امام مکه معظمه دیگه ما شما نمیتونیم که جنگ افغانستان مشروعیت عقیدوی بدهیم. این یک جنگ منطقوی است، بودای مختلف داره، اما تا جایی که من آگاهی دارم مکمل خود دولت منتخب افغانستان یک استراتژی بسیار منظم 5 ساله داره که تمام بوداره اونا کفر کردن و امروز ادمی سطح هم که مذاکرات صلح رسیده خدایی نشده، برزی بسیار زیاد در پشتر صحنه کار شده. امروز که دیگه رسیدیم جای بسیار خوشبختی است. برادر آقای یوسف با یگانده بسیار حکومت افغانستان کار کردن در بدون شک. ما شما با شما مثالش دادم، خود اولین روزی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد یک قدم بنیادی بود بر سوی یگانده. فاجعه برای مردم افغانستان بود، دموکراسی مرد و تقلب جایش آمد و یک دولت دست نشانده آمریکا انتجار شد که حال امروز او امو واحده دولت وحدت ملی که در قدرت 50-50 تقسیم کرده بودن امور کی احترام کردن؟ نه خواهش میکنم شما الان ما یه بحثی خواهش میکنم بعض مسائل ایشان مثل آقای مرتضوی واری صحبت میکنن که این کار نماینده دولت هستن، اینقدر بسیار صلح آمدنی است، انشاءالله دولت یک خوب دولت است. این دولت پدری مردم در آوردن، نامنی در اوج خود رسید، فساد در اوج خود رسید. شما برمیگردم آقای احمدی را بفرمایید. سعی کنین ما شما تاریخی تاییم آتشی بسه سه روز را فراموش کرده نمید. سعی کن ما اصلا از دولت نمایندگی نمیکنم، ما با دولت کار نمیکنم و بیخی یک
مستقل در این مذاکره اشتراک کرده، اما به خاطر منافع ملی از باعث یک جوانی که تقریبا در این مسائل انبال بستم نظریات خود بسیار بدون ترس بدون حراس اظهار میکنم. فقط با عقیده ما با فکر ما چیزایی که ما میگم اینا به خاطر منافع ملی هستند بدون ما تشکر. مثل شما از کدام حزب یا به خاطر شما شما دیدتون مثبت است و فکر میکنید این کنفرانس منتج به صلح یا شروع مذاکرات خواهد شد؟ بله بالاخره سکنین اصلا این را باید برادران طالبان بفهمند، اگر چی اونا بسیار زیاد با انواع مختلف کوشش میکنن که از این گروز کنن، اما بالاخره باید اینا حکومت فعلی افغانستان یکی ایست که بالاخره اونا باید بفهمن یا به اون موقعیت برسن. یکی دید شما چی است که آیا شما دیدتان مثبت است که این کنفرانس نتیجهش منتج به شروع مذاکرات بین افغان ها خواهد شد؟ بدون شک. تشکر بسیار زیاد. خب جناب احمد.